عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان بسیار عزیز. خوشحالم که با برنامه دیگری خدمتتون هستم. در برنامه قبلی در خصوص نور خورشید و اثرات مضر اون بر پوست صحبت شد. به مواردی که لازمه ما در مورد یک ضد آفتاب خوب علاوه بر این که روی بافت چطور قرار بگیره، جذبش چه شکلی باشه باید توجه کنیم که اشاره شد. در این برنامه هم احتمالاً به اون موضوعات اشاره خواهم کرد. ما در برنامه قبل در خصوص ضد آفتاب های سانسیف صحبت کردیم. ضد آفتاب های سانسیف تمامی طیف های بزرگسالان رو در بر میگیره و ضد آفتاب های بزرگسالان معمولا ضد آفتاب هایی هستند که مولتیپل اکشن هستند، یعنی اینکه چند من عذرخواهی میکنم یعنی اینکه چند کاره هستند. به طور مثال این ضد آفتابی که الان در دست من هست ضد آفتاب و ضد چروکه. ضد آفتاب و روشن کننده جزء محصولات سانسیف هست، حفاظت هاشون 4 ساعت است. اما در ادامه به ضد آفتابی که برای عزیزان دلبندمون باید استفاده کنیم، در واقع ضد آفتاب کودکان سانسیف است که یک ضد آفتاب وسیع و طیف SPF-C هست، هم UVA و هم UVB رو پروتکشن میکنه و فرمولش در واقع ترکیبات آلرژیزا درش نیست به خاطر اینکه سیفه و با آب هم شستشون نمیشه. این ضد آفتاب باید توجه داشته باشیم که کودکان از 6 ماه به بالا باید براشون ضد آفتاب استفاده بشه و این ضد آفتاب به خاطر اینکه فاقد جاذبه‌های شیمیایی است و کاملا فیزیکی هست، یک ضد آفتاب کاملا سیف هست برای کودکان. اگر اجازه بدید من مجدد به اثرات نور خورشید و اثراتی که روی پوست ایجاد میکنه اشاره بکنم. گفتیم خدمتون عرض کردیم که یک ضد آفتاب باید روش SPF در واقع وجود داشته باشه، سان پروتکشن فاکتور، که حالا SPF های 30، 50 و بالاتر یا 15 برای دست وجود داره. روی ضد آفتاب باید یک در واقع یک کلمه حک شده باشه به نام PA که این خدمتون عرض کردیم از یک مثبت یا یک پلاس هست تا 4 پلاس ضد آفتاب هایی که UVA رو میتوانند پیشگیری کنند از اثرات مضرش و یا بوتسستار باشه. در خصوص برند سانسیف خدمتون عرض کردم که جفت استاندارد هایی که نشون میده UVA رو پروتکشن میکنه وجود دارد. اگر این SPA و بوتسستار روی محصول نباشه خیلی نمیشه گفت آیا به قطعیت UVA رو هم حفاظت خواهد کرد یا خیر، مگر اینکه فیلترهای خاصی در فرمول استفاده بشود. پس ضد آفتاب همه چیزش تنها یک SPF نیست، کما اینکه بین ضد آفتاب 15 پلاس تا 50 پلاس تغییر در واقع محافظت خیلی تفاوت نمیکنه، 93 حدود 97 و 98% هستن. یعنی باید در ضد آفتاب به UVA حتما توجه بشه. چرا من مکرر هی تکرار میکنم؟ چون ما پیری پوست، فوتو ایجینگ ناشی از ضد آفتاب است، مشکلات ضد آفتاب، لک صورت درش نور خورشید نقش داره، خدای ناکرده سرطان پوست درش نقش داره و این موارد هستن. حتی در اشعه های مختلف UVA و UV میتونن به چشمم آسیب بزنن. یعنی نیازه که ما علاوه بر استفاده از ضد آفتاب در فصول تابستان و در بقیه فصول هم تا حدودی پیشنهاد میشه از عینکایی که جلوگیری میکنن از اشعه UV استفاده کنیم. همونطوری که در جلسات پیش هم خدمتون عرض کردم ضد آفتاب ها یا فیزیکال هستن، به صورت یک سپری روی پوست قرار میگیرن، یا کمیکال هستن که یعنی جاذب هاشون کمیکاله، که این ضد آفتاب های کمیکال که در واقع من الان دارم بهش اشاره میکنم جذب میکنن نور UV خورشید رو. اما فیزیکال ها به صورت مشابه یک آینه عمل میکنن و در واقع بازتاب داریم. خب این در واقع یک مونوگراف هست که برای FDA برای در واقع ضد آفتاب ها تهیه کرده که شاید در حوصله جلسه ما نباشه. اما نکته‌ای که باید در مد نظر باشیم، ما ضد آفتاب های معمولی داریم که UVA ممکنه روشون حفاظت نشه، ضد آفتاب های وسیع و طیف داریم، یعنی ضد آفتاب هایی که
در واقع تمام اشعه خورشید جلوش رو میگیرن. ضد آفتاب این سمت در واقع مقابل من UVA و UVB جفتشون از پوست رد شدن و به لایه‌های مختلف رفتن. به طور مثال UVA لایه سطحی رو در واقع در بر میره و UVB یا سرای سطحی رو وارد میشه و UVA تا لایه عمقی تر میره. اگر ضد آفتاب معمولی باشه فقط روش نوشته باشه SPF و UVA براش راهکاری در فرمول در نظر نداشته باشند، ما بعداً دچار چین و چروک و موارد دیگر خواهیم شد. به خاطر داشته باشیم که UVB تنها 5-10% اشعه UV رو تشکیل میده و UVA 90-95% اشعه UV رو تشکیل میده. لذا یک ضد آفتاب مناسب حتما باید وسیع طیف باشه. حالا اگر که دست بر قضا حفاظت ضد آفتاب 4 ساعته هم باشه که محصولات سان سیف در واقع بدین گونه هستند، در واقع این که خیلی بهتر خواهد بود، چون ضد آفتاب های معمولی 2 ساعته هستن، یعنی در واقع ضد آفتاب معمولی 2 ساعت حفاظت میگن و 2 ساعت به 2 ساعت تمدید باید بشوند. چه ضد آفتاب های منحصر به فرد سان سیف که 4 ساعته باید تمدید بشن، بین 2-4 ساعت باید تمدید، چه ضد آفتاب های معمولی حتما باید تمدید صورت بگیره. اگر ما به طور غیر مکرر تمدید انجام بدیم، در چنانچه در جلسات قبل هم گفتیم و به خاطر اهمیتش من مجددا توضیح میدم، بخوایم به صورت غیر مکرر استفاده کنیم، اگر یک بار استفاده کنیم نور خورشید به فیلترها در واقع میتابه و این فیلترها اگر یک بار در روز استفاده بشه وارد پوست میشن و اثرات مضری ایجاد خواهند کرد، مشکلات آنتی رادیکال آزاد رو ایجاد میکنن و پوست مشکل خواهد پیدا کرد. لذا اگر بخوایم این اتفاق نیفته حتما باید تمدید ضد آفتاب انجام بشود. در خصوص سانسف خوشبختانه این تمدید 4 ساعت یک بار خواهد بود. و باز مکرر مجددا میگم، ما در تکنولوژی های ضد آفتاب سان سیف به خصوصا در این محصولی که الان دست من هست، در به صورت ضد چروک سان سیف هست، هم به طیف های نور توجه کردیم، هم همونطوری که میبینید PA اگر که همکاران محبت کنن PA 3 مثبت روش نوشته، یعنی نشون میده که UV در واقع A رو هم حفاظت میکنه. و عرض کنم خدمت شما بوتس استار هم روی محصول هست که نشون میده که این یک محصول کاملا منحصر به فرد هست و اثرات ضد چروکی هم داره. ما برای افرادی که خانم های باردار، اونهایی که پوستاشون حساس هست، اونهایی که نیازه که یک ضد آفتاب در واقع بدون فاکتورهای شیمیایی استفاده بشود، محصولی داریم به نام ویتی سنس. این محصول به صورت همونطور که خدمتون عرض کردم بازتابی، یعنی نور خورشید یووی رو بازتاب میکنه و لذا برای پوستای حساس تهیه شده. در واقع در فرمول این محصول ما اومدیم از ترکیبات آلرژن استفاده، یعنی در واقع هایپو آلرژنیک هست، اینجوری خدمتون عرض بکنم. پس همونطوری که خدمتون عرض کردیم و در جلسات قبلی در سایت سان سیف رو با هم مرور کردیم و اگر من اجازه داشته باشم در تصویر مجدد روی سایت برم، سان سیف محصولات بسیار منحصر به فرد و متعددی داره که محصولات محبوبش ضد آفتاب روشن کننده است که در جلسه قبلا بهش اشاره شد، ضد آفتاب ضد چروک، ضد آفتاب مخصوص آقایان، ضد آفتاب مخصوص کودکان دلبندمون، در این از جمله ضد آفتاب های سان سیف هستند. شرکت داروسازی پارسایان همونطوری هم که در تصویر ملاحظه میکنید، منتخب انجمن داروسازان ایران به عنوان تولید کننده برتر و یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده خاورمیانه است. لذا محصولات ضد آفتاب سان سیف محصولات چندکاره ای هستند. ضد آفتاب ضد چروک که الان در موردش صحبت کردیم، از ترکیبات سلول بنیادی درش استفاده شده، ضد آفتاب روشن کننده که ترکیبات روشن کننده استفاده شده، ضد آفتاب کودکان، همه محصولات پارس در واقع سان سیف از جمله ضد آفتاب های دور چشمش، همشون حفاظتشون 4 ساعته است، جدیدترین تکنولوژی ها درشون استفاده شده و در نهایت زمان تمدید هم 4 ساعت به 4 ساعت خواهد بود. با هم دیگه میریم یک برنامه میان برنامه رو میبینیم. من در ادامه خدمتتون خواهم بود عزیزان.
خب خوشحالم که در ادامه برنامه خدمتتون هستم. عزیزان، در این بخش در خصوص مراقبت از پوست چرب و علل جوش صورت که در برنامه قبلی هم اشاره جامع‌تری به شد صحبت خواهم کرد. همونطوری که در تصویر ملاحظه میکنید، جوش صورت در واقع به انواع مختلفی ممکنه، علل مختلفی ممکنه داشته باشه که تغییرات هورمونی هست، لذا با بلوغ در واقع جوش صورت رو اغلب میبینیم که بهش جوش غرور جوانی هم گفته میشه و در خانم ها خصوصا استفاده از در آغاز یا توقف استفاده از قرص های بارداری ممکنه مشکل رو داشته باشن. ژنتیک نقش داره، داروها ممکنه برخی باعث جوش بشن و ترکیبات بهداشتی در واقع فاقد دارای چربی، نه فاقد چربی، ممکنه در کازمتیکی مشکل رو داشته باشیم. استرس هم نقش داره و به هر صورت لایف استایل هم میتونه برای در جوش صورت دخیل باشه. جوش های صورت همونطور که در تصویر مشاهده میکنید، جوش های سرسفید، جوش های سرسیاه، جوش های چرکی یا پاسچول بهشون میگن، جوش هایی که به صورت برجستگی هن پاپول هن و جوش هایی که درون خود پوست در واقع خیلی محکم شده و چرک هم ممکنه داشته باشه، نودول هست که حالا اینجا شاید واضح تر باشه. جوش های سرسیاه جوش های هستن که منافذ باز شده، جوش های سرسفید منفذ باز نشده، یعنی منفذ چربی پوست رو بالا آورده و این نمای سفید رنگی میده. پاپول ها برجستگی های جوشی هستن که در مرحله بعدی دیده میشن. پوستشول جوش های هستن که چرکی هستن و اگر درمان صورت نگیره کیس رو داریم و در نهایت ندول که نیاز به درمان های کامل تری خواهد داشت. پس جوش های سرسفید در نمای این تصویر هم به وضوح دیده میشود. جوش های سرسیاه به صورت نقاط تیره در روی پوست هست، جوش سرسفید که ملاحظه میکنید در واقع این هم یک نوع جوش سرسفید التهابی است که پیمپل ذکر کردن، جوش چرکی، جوش هایی که به صورت برجستگی هستند، پاپول ها، نودول ها و در نهایت کیست ها. اما چه کار باید ما انجام بدیم تا مشکلمون در به این صورت حضور نداشته باشه؟ باید حتما مراقبت هایی رو ما داشته باشیم. مراقبت های این در این قسمت من در مورد محصولات هیدرودرم صحبت خواهم کرد. محصولات مراقبت هیدرودرم برای افرادی که مشکلات جوش صورت دارن و لازمه که مراقبت رو انجام بدن تا به اون مشکلاتی که خدمتون عرض کردیم مبتلا نشن یا اینکه درمانشون صورت بگیره. اونچه که باید در واقع با هم دیگه مرور کنیم، محصولات هیدرودرم الان ژل شستشوی صورت هست. اولین چیزی که یک پوست چرب نیاز داره تا بتواند مشکلش برطرف بشه ژل شستشوی صورته. گاهن شاید با استفاده از ژل شستشوی صورت مشکل جوش تا حد زیادی مرتفع بشود، این در پیشگیری خوبی خواهد داشت. در این محصولی که الان دست من هست آخرین ترکیبات موثر در پیشگیری از و درمان جوش صورت هستن. سومین یک ترکیبه که در این فرمول استفاده کردیم و این آکنواش مخصوص پوست‌های چرب هست. پس اولین چیزی که باید استفاده کنن ژل شستشوی صورت است. در ادامه ژل آنتی آکنه رو عرض کنم خدمتشان و ضد جوش هیدرودرم رو پیشنهاد میکنیم که حتما استفاده بشه. که ژل آنتی آکنه هیدرودرم تنظیم کننده ترشح چربی، ضد التهاب و دارای مواد مات کننده است که پوست اون براقی و اون نمای نامناسب رو نداشته باش. ژل آنتی آکنه هیدرودرم علاوه بر عمل کردی که شاید در جلسه قبلی هم من بهش اشاره کردم، سگانه ضد بخار، ضد باکتری، تنظیم کننده ترشح چربی و التهاب بخش، در واقع فاقد روغن هست، اویل فری هست و کمپلکسی که آنتی باکتریال، آنتی فونگال و آنتی انفلامیتوری هست درش استفاده شده. ترکیبات مختلفی درش هست، از جمله اگر ملاحظه کنید سومین که در اینجا در تصویر من هایلایتش کردم،
این محصول پس به عنوان یک محصولی که بعد از اینکه صورت رو با ژل شستشو صورت آگنواش هیدرودرم شستشو دادیم که سوافری از یک شوینده در واقع فاقد مواد صابونی هست، از ژل می توانیم استفاده بکنیم. در پوست چرب علاوه بر اینکه این دو مورد استفاده میشه، در واقع محصولات دیگری هم مخصوصش رو داریم. یک امولسیون مرطوب کننده هیدرودرم هست که در واقع برای مرطوب کننده هیدرودرم هست که در تصویر شما ملاحظه میکنید که برای پوستای چرب استفاده میشه، تنظیم ترشح چربی میکنه و رفع خشکی و کشیدگی پوست رو باعث خواهد شد. مناسب در پایه آرایش هم میشه استفادهش کرد. پس در محصولاتی که ما پیشنهاد میکنیم برای افرادی که پوستای چرب دارن، در واقع اینه که ژل شستشو رو استفاده کنن، همراهش ژل آنتی آکنه استفاده بشود و در نهایت مرطوب کننده، امولسیون مرطوب کننده پوست چرب رو هم می توانند استفاده بکنند که روش مصرفش هم پوست رو حتما باید تمیز کنیم، مقداری از این رو روی پوست قرار بدیم و حداقل دو بار در روز هم باید استفاده بشه. علاوه بر ژل شستشوی پوست چرب، برای افرادی که پوستای خشک دارن هم و خیلی خشک دارن یا مشکل اگزما دارن، ما در واقع محصول درمواش رو داریم که حاوی ترکیبات مرطوب کننده مثل آلوورا هست و شیباتر و این محصول هم یک محصول منحصر به فرد هست که پیشنهاد میکنم حتما این محصول رو هم عزیزانی که پوستای خشک دارن استفاده کنن برای شستشوشون. خدمتون عرض کردیم اگر در شستشوی پوست خشک توجه به این موضوع نشود که محصول باید آبرسان باشه و ترکیبات شوینده قوی درش استفاده بشه، پوست خشک بدتر خشک میشه چون شوینده‌های قوی این مشکل رو ایجاد میکنن. این محصول فاقد مواد صابونیه و پهاشش مناسب پهاش پوست هست، لذا توجه داشته باشیم که محصولاتی رو که مناسب پوستمون هست استفاده کنیم. با برند هیدرودرم تقریبا شاید یک سری از محصولات رو به طور خلاصه خدمتون معرفی کردیم، از جمله ژل شستشو صورت در این جلسه معرفی شد و هیدرودرم هم خدمتون عرض کردم ماسکای متفاوتی داره، طیف وسیع محصول داره. حتما به سایت hydroderm.co یه سر بزنید و محصولات مناسب پوست خود رو انتخاب کنید و با ما هم در تماس باشید. با هم یک میان برنامه رو خواهیم دید و مجدد خدمتون هستم. خوشحالم که در ادامه برنامه خدمتون هستم. در خصوص پوست آسیب دیده در برنامه قبلی صحبت شد، پوستایی که آفتاب سوختگی دارن، پوستایی که حالا دچار سایش میشن، پوستایی که زخم میشن و ترمیم کننده های در برندهای مختلف شرکت داروسازی پارسیان معرفی شد. اما یک نکته‌ای که خیلی زیباست و برای من خیلی با ارزش محصولیه که در واقع یک محصول بسیار مؤثر، کرم کبد ماهی آردن هست. کرم کبد ماهی آردن یکی از بهترین، محبوبترین و مؤثرترین ترمیم کننده است با قیمت مناسب که حاوی 15% زینک اکساید هست و در اون روغن کبد ماهی استفاده کردیم و آلوورا و ویتامین A. در واقع روغن کرم کبد ماهی که زینک اکساید و کبد ماهی درش هست، برای کوچولو هم میشه برای در واقع ادرار سوختگی ها استفاده بشه، اگه کشالرانشون درگیر بشه برای سوختگی ها آفتاب سوختگی استفاده بشه، در سوختگی ها درجه یک و درجه دو میشه استفادهش کرد. این محصول یک محصول بی نظیر هست و جز محصولاتیه که علاقه وافری من به اون دارم. با همدیگه سری به سایت آردن خواهیم زد و در مورد بقیه محصولات صحبت خواهیم کرد. خب همونطوری که میبینید شاید گفتن این مسئله هم ضرورت داشته باشه، با شرایط ویروس کرونا که به فصول سرد نزدیک میشیم، پیشنهاد میکنیم که عزیزان یه مقداری از خودشون مراقبت داشته باشن. خانواده آردن خانواده محصولات مختلفی است و در واقع آردن اولین برندیه که
در واقع شرکت داروسازی پارس حیان تولید کرده، برندهای آردن، آردن اکسپرتیج، آردن هرباسنس، آردن ایتوپیا و سبوماس که اکسپرتیج برای جوانسازی بود و برای سنین در واقع جلوگیری از چین و چروک، ضد لک ها درش بودن. آردن هرباسنس محصولات بی‌نظیر شامپوهای چنگانه گیاهی هستند. آردن ایتوپیا برای افرادی است که اگزمای پوستی دارن و اختصاصاً و در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت تولید شده. و آردن سوما که شاید به اون خیلی نپرداختیم با برای پوستهای چرب هست. خب خانواده آردن در واقع خانواده بسیار بزرگیه و من خیلی مایل هستم که در مورد محصولات دیگرش هم با هم دیگه یک صحبت‌هایی رو داشته باشیم. احتمالاً در ادامه جلسه من در مورد روشن کننده های آردن صحبت خواهم کرد که در اینجا در تصویر شما می‌بینید. روغن کبد ماهی که خدمتتون عرض کردیم همونطوری که مستحضر هستی جز محصولاتی بود که برای به عنوان ترمیم کننده استفاده میشه و پیشنهاد ما اینه که حتما در منزل داشته باشید، چون عین آب روی آتیش میمونه این محصول. در محصولات آردن محصولات متفاوت همونطوری که میبینید در تصویر داریم میبینیم، لوسیون ضد آفتاب کودکان عرض کنم خدمت شما، لوسیون بعد از اصلاح آقایون جز محصولات دیگر آردنه که جز محصولات بسیار خوب ماست. در مورد روشن کننده خدمتون عرض کردم که بلای برداراش در ادامه صحبت خواهم کرد. خب همونطوری که با هم دیگه داریم میبینیم این تصاویر رو و سایت رو مروری میکنیم، همونطوری که میبینید آردن طیف وسیعی از محصولات رو برای در ضد آفتاب ها داره، در ترمیم کننده ها، در مرطوب کننده های کاسه ای آردن هست. حتما در تهیه برند آردن توجه داشته باشید که محصول شرکت داروسازی پارس حیان باشه، لذا برند های تقلبی در بازار و از مراجع غیر معتبر تهیه نشه محصولات بی‌نظیر آردن. پس توی تست ما در آردن سانکیر داریم که محصولات ضد آفتاب هاش هستن، محصولات سکین کیر داریم که مرطوب کننده ها، شفاف کننده و ضد چروک ها درش هستن، محصولات مراقبت از کودکان رو داریم و محصولات مخصوص آقایان رو داریم که همه رو در سایت شرکت داروسازی پارس حیان در سایت آردنش میتونید ملاحظه بکنید. خدمتتون عرض کردم که با توجه به اینکه آسیب پوست ناخودآگاه خواهد بود از دسترس ما خارج هست، حتما همراه خودمون محصول ترمیم کننده یا در منزل داشته باشیم و استفاده بکنیم. در محصولات آردن علاوه بر این محصولاتی که خدمتتون عرض کردیم، محصولات مختلف دیگری از جمله شیرپاکن‌ها، کرم‌های مرطوب کننده و ضد چروک هم وجود دارند. طیف وسیع محصولات آردن، قیمت مناسب، فیدبک و بازخورد خیلی مناسب محصول باعث میشه که این محصول به راحتی استفاده بشه و رضایت خاطر شما رو ایجاد بکند. در محصولات آردن همونطوری که خدمتتون عرض کردم، کرم‌های کاسه‌ای هست که به صورت آبرسان هستن و مرطوب کننده، کرم ویتامین ای و ویتامین سی هست که تمامی محصولات آردن رو شما می توانید از داروخانه ها یه معتبر حتما و مراکز فروش معتبر تهیه بکنید. خب این بود بخش آخر برنامه ما. خوشحالم که افتخاری است در خدمتتون بودیم. حتما با ما در تماس باشید از طریق راه ارتباطی که در زیر این تصویر در واقع برای شما عزیزان درج شده. خوشحال خواهیم شد بتوانیم خدمتی به شما عزیزان بکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.